خدمات مطبوعات ریاست پرستاره های ولایت کالوگ روسیه روز دوم یونی سال 2022 خبر داد که تا تنها یک هفته آخر وطن و از این ولایت روسیه 19 مهاجر از تاجیکستان، ازبکستان و قرغزستان را مجبوراً بیرون یا اخراج کردند. گفته می شود پرستاره ها این 19 مهاجر را در دو نوبت به فرودگاه های ونوک و شهر مسکو برده، از آنجا به هواپیماهای رویی کشورهای زادگاهشان سواره کردند. از این 19 نفر 11 نفرش زادگان تاجیکستان و 3 نفر باقی مانده از قرغزستان بودند. خدمات مطبوعات ریاست پرستاره های ولایت کالوگا گفت همه 19 مهاجر را برای 5 سال آینده از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کردند. این نهاد گفت اینک 10 سال باز بر اساس قرارهای دادگاه ها با اخراج مهاجران غیر قانونی هم مشغول است. گفته می شود سبب اخراج معمولا ویران کردن قاعده های مهاجرت و بدون پتن مشغول شدن به فعالیت کاری از جانب مهاجران می شود. مهاجرانی را که حکم اخراج می گیرند تا بیرون کردنشان در بازداشتگاه های مخصوص نگاه می دارند. سالهای گذشته اخراج مهاجران از روسیه طبیعت عمومی داشت و یک مدت شماره شهروندان از روسیه اخراج شده و از حق سفر به روسیه محروم شده تنها در تاجیکستان از 300 هزار نفر گذشته بود. سالهای آخر اخراج مهاجران از روسیه کمتر شد ولی تا حال دوام دارد. یادآور می شویم ماه سپتامبر سال 2021 مقامات روسیه 270 هزار مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان را عفو کرده به ورود دوباره آنها اجازه دادند. 120 هزار نفر عفو شده شهروندان تاجیکستان بودند. آنها مورد عفو قرار گرفتند که برای یگان قانون شکنی های خرد برای خط سیاه روسیه افتاده بودند. این عفو آنهایی را که با حکم دادگاه از روسیه اخراج شدند فرانه می گرفت. گوبرناتور ولایت کالوگا ولادیسلاو شپاش با سیاست آشکارا ضد مهاجران نام برآورده است. او روز 11 فوریه سال 2022 در پی بازدید از مرکز یگانه مهاجران از آن اظهار خشم کرد که در اینجا به مهاجرانی که به زبان روسی یگان کلمه نمیدانند پتن میدهند. بعد بازدید از مرکز مهاجران شپاش فرمان برآورد که مهاجران را دیگر در ساحه های سفدو، آشخانه و طربخانه ها، نخلیات جمعیتی به کار نگیرند. گوبرناتور کالوگا همچنین اعلام کرد که ولایت کالوگا از برنامه پرسیلین می براید. این تصمیم زادگان اوسیای مرکزی را از امکانیت بارای اوسان به دست آوردن شهروندی محروم خواهد کرد. تاکید کرد شپاشا.